تاجدین قربانیان دادرس دادگاه ناحیه 5 رسماً به گرفتن رشوه متهم شد. مقامات دادگاه ولایت ختلان گفتند که خود او به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است. در اداره مبارزه با فساد ولایت ختلان میگویند که تاجدین قربانیان روز 22 ایون امسال با اتهام گرفتن پاره بازداشت شده، سپس به شرط ترک نکردن محل زیست از بازداشت رها شد. یک منبع در این نهاد به رادیو آزادی گفت که تاجدین قربانیان در چند حالت گرفتن رشوه متهم می شود، اما در حالت اخیر از او 10,000 سامانی یا کم بیش از $1,000 گرفته شده است. این مصاحبه ما جزئیات بیشتر را ارائه نکرد، اما گفت که این مبلغ را اساساً برای دخالت به پرونده یک ساکن ناحیه 5 گرفته است. دو هفته پیش رئیس جمهور تاجیکستان با یک فرمان خود تاجدین قربانیان را به دلیل رعایت نکردن قانون هنگام بررسی پرونده ها و صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار دادرس را پس میزند از مقام دادرس دادگاه ناحیه 5 آزاد کرد، ولی در این فرمان دقیق گفته نشده بود که او در فساد مالی دست دارد. خود تاجدین قربانیان به زنگ تلفن رادیو آزادی جواب داد، اما گفت به سبب بیماری نمیتواند درباره قضیه اش صحبت کند. او از این بیشتر حرف نزد و هم نگفت که آیا این اتهام نسبت به او تا کجا حقیقت دارد و برای بازبینی اش تلاش خواهد کرد یا نه. برخی از تحلیلگران میگویند بازداشت و برکناری بعضی از دادرس ها و آن هم به اتهام گرفتن پاره اعتماد به این هم تا حد کاسته مردم به عدالت دادگاهی در کشور را کمتر خواهد کرد. طی تقریبا 2 سال اخیر چند از دادرس های منطقه های کشور با اتهام رعایت نکردن قانون ها هنگام بررسی پرونده و کردارهای پس زدن دادرس ها از مقام هایشان برکنار و برخی آنها به زندان محکوم شدند. حالا در تاجیکستان نزدیک به 500 دادرس فعالیت دارد. تاجیکستان در گزارش های بین المللی در رده کشورهای فساد زده ترین نام برده شده، برای آن اقدام می شود که در راه مبارزه با فساد تنها به تعقیب ماهیچه های خرد یا چون آموزگاران و طبیبان یا کارمندان جماعت و کمیسرت های نظامی محدود شده، منصبداران بلندپایه و با نفوذ را کار نمی گیرد.